آخرین ایزد ما از خدایان دوازدهگانه اولمپ نشین دیونیسوس است که جوانترین و کوچکترین در میان آنها بود. خدای شراب، نشاط و تئاتر. او شروع خوبی در زندگی نداشت، چرا که مادرش سمیل وقتی که او را هنوز باردار بود درگذشت. سمیل از زئوس خواست که خود را با همه جبروت خدایگانیش آشکار کند، نیرنگی که هرا چیده بود، و هنگامی که سمیل به همین خاطر فوت کرد، زئوس دیونیسوس را که هنوز متولد نشده از زهدان او رو بود و تا هنگام زادن او را در ران خود نهان کرد. دیونیسوس را به اهدای شراب به انسانها می شناختند. هومر او را لذت انسانها توصیف کرده است. دیونیسوس نه تنها ایزد شراب با قدرت مست کنندگیش، بلکه نماد تمام آیین‌ها و آثار شراب در جامعه بود. در افسانه‌های یونان دیونیسوس یک جام خرگوشی داشت که هرچه از آن می نوشید هیچگاه خالی نمی شد. می گویند دیونیسوس تاک را کشف کرد و به مردم ساختن شراب را یاد داد. با رواج کیش دیونیسوس و مراسم آیینی، آن مردمی که از کیش او دوری می جستند دچار کیفر شیدایی می شدند. گرچه که تصویرسازی دیونیسوس با چهره پر از ریش از قرن 5 و 4 پیش از میلاد شروع شده، بعدها اما به شکل جوانی زیبا و بدون ریش هم تصویر شد. او بزرگترین خدای جهان یونانی متأخر یا هلنیستی است. در اسطوره‌ها آمده که روزی دیونیسوس متوجه گم شدن سیلنوس پدرخوانده خود شد. سیلنوس پیر شراب نوشیده، مست کرده و سرگردان شده بود، تا آنکه تنی چند از دهقانان او را یافته و پیش پادشاه خود میداس بردند. میداس او را شناخت و برای 10 روز به خوبی از او پذیرایی کرد. در روز 11 او سیلنوس را پیش دیونیسوس بازگرداند. دیونیسوس به او گفت که برای پاداش هر چه می‌خواهد بگوید و میداس خواست تا هر آنچه که لمس می‌کند به طلا تبدیل شود. پس درخواستش برآورده شد، اما پس از اینکه میداس با لمس غذایی که می‌خورد و حتی دخترش آنها را هم به طلا تبدیل کرد، از این خواسته خود سخت پشیمان شد و از دیونیسوس خواست که قدرتش را از او بازپس بگیرد.